من میخوام امسال انشالله داودی خب یه کاری بکنم خب که دانش آموزای من همه تبدیل به یک معلم زیست بشه، یعنی اندازه یک معلم زیست حرفه‌ای چیه بلد باشه، اندازه یک معلم زیست حرفه‌ای که دیگه انشالله چون در این روز جزه خیلی کار میکنیم خیلی و تستای خیلی آره. چون کتاب شما خیلی ناقصه خیلی ناقصه و الان طرا هم سوء استفاده میکنه از این، ولی میخوام کاری بکنم که دانش آموز ما هر جور تست دادن هر جور هر عهد و ناسه تستا در آن واحد بزنیم. خب داودی با هم اول مرور کنیم بچه ها بعد بریم سراغ درس جدید. خب اینجا کلال است نه؟ اینجا خامه اینجا تخمدانه. داخل این تخمدان یه تخمک داریم یا چند تا تخمک؟ بسته که به اون کیما که آفرین بس تخمکش رو میشه آفرین یه گیاهی مثل زردالو زردالو این ناکو زردالو هم میوه حقیقیه تو این تخمدانشه تو زردالو شما تخمدانشو میخورید این قسمت گوشتی شده این قسمت گوشتی شده این زردالو باشه ناکن این زردالو این تخمدان شده میوه که شما میخورید درسته؟ میوه حقیقی میوه حقیقی چون از تخمدان وجود اومده هر میوه که از تخمدان وجود اومده چیه؟ حقیقیه. حالا تو اینجا چند تا تخمک میبینی؟ اینجا الان دوتا تو زردالو تو زردالو یه دونه میبینی یه دونه از اینا میبینی ولی تو گیاهی مثل خربوزه دیگه یه دونه نمیبینی چندیم تو از اینا میبینی تعدادشون زیاده که همین میشه دونه. پس تو زردالو این تخمدان شده میوه که میوه حقیقی شما اینو میخورید قسمت زرد شده اینم تخمک هم هستشه. حالا یکی از این خورشا چند تا از خورشا؟ ها؟ از این خورشا تو اینجا 100 تا 200 تا خورشه دیگه نه؟ از این خورشا تو اینجا هست یکی از این خورشا تو هر تخمک یکی از این خورشا چه تقسیمی انجام میده؟ تقسیم میوز پس خورش میوز داره تتراد داره کراسینگ اوور داره آفرین این چهار تا سلول ایجاد میکنه چند تاش خصم میشن؟ آفرین آیا پس هر سلول حاصل از میتوز میتونه میتوزن؟ آیا هر سلول حاصل از میوز میتونه میتوز انجام بده؟ بله نه دیگه سه تاش حذف شدن دیگه پس من نمیتونم بگم هر سلول حاصل از میوز الزاماً میتوز انجام میده چرا؟ چون سه تاشون حذف میشه آفرین یکیش فقط میمونه چند تاش میمونه؟ اونی که دور از این سوراخ هست دور از این سوراخ هست میمونه آره. این میتوز میکنه بزرگ میشه میتوز میکنه چند میتوز متوالی انجام میده؟ سه تا میتوز متوالی انجام میده هشت تا هسته یا چند تا سلول؟ هفت تا سلول چون یکی سیتوکینز انجام نمیده بهش چی میگن اون؟ سلول دو هسته آره یکی دیگه که نزدیک سفت بزرگتره بهش میگن تخزا این اتفاقات داخل اینجاست این تخمک رسیده شد حالا دانه گرده میفته رویشی رشد میکنه یا میتوز میکنه؟ آفرین رویشی رشد میکنه میتوز نداره رویشی رشد میکنه زایشی هم دو تا اسپرم ایجاد میکنه یه اسپرم با این ترکیب میشه چنده؟ میشه سه که چون دو این خوده سلول دو هسته ای رو داره آره این دو این نیست دو تا این جداست یعنی سلول دو هسته هاپلویده سلول دو هسته هاپلویده دو مجموعه کروزوم داره این هم یه مجموعه جمع میشه سه تا مجموعه که هسته سه میشه بعد میشه آن دوزه یکی هم با این ترکیب میشه تخم دو این پوسته تخمک چی میشه؟ پوسته تخمک چی میشه؟ پوسته تخمک تبدیل میشه به پوسته دانه آفرین یکی از مادر یکی آفرین داودی کجایی هستی داودی؟ من آبادان آفرین بچه آبادان این اقریبند هم داری؟ بله آفرین خب
دقت کنید بچه ها، اینو تا اینجا جلسه قبل درس دادیم بچه ها. حالا درس کلاس جدید رو میخوام بهتون بدیم. درس جدید تا کجا رفتیم؟ آره تا ذرت رفتیم بچه، تا اینجا رفتیم، تا اینجا رفتیم. حالا دانه ذرت رو میگم به این بچه که تازه وارد کلاس شدن. بچه ها ما از صفر مطلق میگیم، از صفر مطلق میگیم تا صد. فقط خواهش که ازتون دارم بچه ها جزوه رو کلمه به کلمه، خط به خط بعد یاد بگیرید، بعد حفظ کنید. بین اول یادگیریه و فهم مطلبه، بعد از اون حفظ کردن بعد تست دادنه. این کارا رو ما تو کلاس با هم انجام میدیم. تو هر کلاس بچه ها تست زیاد کار میکنیم. توی پنلتون هم علاوه بر تستی که توی این جزء لابلای نکات هست، یه سری تست لابلای نکات برای فهم مطلبه. علاوه بر اون از هر فصل 200 تا 300 تا تستی تو پنلتون قرار